بیشتر صحبت میکنیم در رابطه با آقای یاسف آشنا آگاه مسائل سیاسی سلام شما خوش آمدید آقای آشنا میخوایم که بدانیم نصب شعارها با عنوان نیاز به تغییر نظام بخشی از اجرای توافقنامه سیاسی گفته میشه یا تعبیر دیگر دیگری داره میخوایم اولین موضوع رو روشن بکنیم تشکر بود دوباره به شما و بینندگان خب در این که مسئله تغییر نظام یا پرداختن به تغییر نظام یک نیاز تاریخی برای رسیدن به ثبات سیاسی در افغانستان هست در این حداقل مشکل و تردید ندارم ما راه دیگی نداریم تجربه کنفرانس بون تا توافق نامی سیاسی در افغانستان نشان داده که نظام متمرکز و متمرکز کردن قدرت با همین حال و هوای که ما در از کنفرانس بون تا اینجا تجربه کردیم حداقل در افغانستان پاسخ نمیده و ما را به ثبات نمیرسونه به تحکیم صلح و پا گرفتن دموکراسی در افغانستان نمیرسانه حالا اینکه نصب این پوسترها چه معنا میده میشه دو تا تعبیر ازش کرد یکی اینکه خب تاکید نهاد ریاست اجرایه بر توافقات مندرج در توافقنامه سیاسی به عنوان امو سنت یا فلسفه وجودی حکومت وحدت ملی در واقع حکومت وحدت ملی مشروعیت سیاسی خود را از این توافقنامه سیاسی میگیره و مهمترین تعهد در این توافقنامه سیاسی اصلاحات انتخاباتی برای برگزاری انتخابات پارلمان و انتخابات شوراهای ولسوالی هست تا زمینه تغییر نظام یا تغییر آوردن در ساختار حقوقی قدرت در متن قانون اساسی را فراهم بکنه باشد باشد. یک, یک, یک تعبیر ای هست تعبیر دیگه ای هست که همزمان که این میتونه به معنی تأکید بیشتر بر اجرایی شدن توافق نامی سیاسی باشد بیانگر یک اختلاف سیاسی بین عرق و سپیدار در قبال مسئله تغییر نظام باشد که انتظار این هست که حداقل ما از آن بکنیم وقتی چنین اختلاف های در درون هسته و نتیجه این اختلافات یا بازخورد این اختلافات در سطح بلبورد های کلان نصب کردن می در متن شهر تبارز میکنه بعد از جایگاه سخنگوی نهاد نمیشه اینا رو انکار کنیم مسئله تغییر نظام یک از جنجال اساسی بین ارگ و سپیدار هست یا در واقع افغانستان در وضعیت کنونی دو تا فکر سیاسی رو داره تجربه میکنه و دو تا یک جدال هست که بین دو تا جریان سیاسی و دو تا نگاه سیاسی برای حل مسئله ملی یا برای هموار کردن راه دستیافتن به دولت و ملت به مفهوم واقعی کلمه هست یک اینکه دولت و ملت باید بر مبنای یک نگاه بیشتر توتالیتر شکل بگیره و همه چیز در در زیر پوشش یا پوشه یک نظام ساختاری متمرکز ریاستی شکل بگیره که قانون اساسی رو تعریف کرده و یک نگاه دیگه است که خب نظام ریاضتی در افغانستان با توجه به بحران تاریخی که ما در مسئله منازعه قدرت داریم پاسخ نمیده افغانستان را به صلح و ثبات نمیرسانه و زمینه برای پاگیری دموکراسی و نهاده نشدن دموکراسی را از افغانستان می گیره بنان راهکار این که افغانستان را بتونه به صلح برسانه افغانستان را بتونه به ثبات برسانه و افغانستان را به یک فرصت برسانه که این فرصت بدل شود به شکلگیری نظام برخواسته از اراده سیاسی مردم و در واقع زمینه را فراهم بکنه که قدرت کم کم به مردم برگرده و قدرت در نهادها و ساختارهای متعدد تقسیم شود که این ساختارها دموکراتیک باشد و در متن قانون اساسی افغانستان تعریف شود این دو همین مثلا یعنی تغییر نظام باید دقیقا برگردیم به اجرای توافقنامه سیاسی که بخشش همان تعدیل قانون اساسی میشه اشاره بکنید که کدام بخش از این توافقنامه سیاسی تا به صورت اساسیش اجرا شده خصوصا اون بخشی که ریاست اجرایی ادعایش داره که پابند بوده برای عملی کردنش خب متاسفانه توافقنامه سیاسی بخش های بنیادین و اساسیش دور زده شده و ازش فرار صورت گرفته شده همون رقمه که قانون اساسی نقض شد در انتخابات 93 توافق سیاسی هم بخش های بنیادنش نقد شده مسئله پینجا پینجا کردن کرسی ها و تقسیم وزارت خانه ها اینا برای ما اصلا اهمیت نداره در توافقنامه سیاسی چون وقتی وقت به ریاست اجرای هم پیوستم هدف ما از پیوستن به ریاست اجرای تلاش برای هموار کردن راه تغییر نظام در افغانستان بود که توافقنامه سیاسی متعهد شده بود هر دو جریان سیاسی که بحران انتخابات شکل گرفت یک از راهکارهایی بود خب نظام تغییر بکنه حالا بحثی است که چرا این بحث بنیادین تغییر نکرده؟ مثلا اصلاحات انتخاباتی برای اینکه بتونه از یک سو اعتماد از دست رفته بالای روند انتخابات را به عنوان یک از سازکارهای دموکراتیک برگردانه به فراموشی سپرده شد و هنوز هم نتیجه نداده و ما می‌بینیم که در بحث چگونگی شکلگیری کمیسیون مستقل انتخابات و گزینش کمیشنران جدید چه ملاحظات سیاسی و دقدقه های سیاسی هنوز هم وارد هست جنجال که همیل احزه بین برای چگونگی انتخاب شدن رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات جریان داره بخشی از این مشکل هست مسئله دیگه ای که در توافق سیاسی اجرا نشده و ازش فرار صورت گرفته برای یکی از زمینه هایی که میتونست کمک بکنه افغانستان رو برای تغییر نظام توزیع تسکری الکترونیک بود ریشه تمام تو... این مشکلات و اجرایی نشدن این ماده های توافق سیاسی رو دقیقا در اختلافات میدانید که رد میشه که اختلافات وجود نداره. خب این که اختلافات رو رد میکنن من فکر میکنم کار مسئولانه نیست ریشه تمام دور زدن ها و نقض شدن توافق نامه نقص شدن قانون اساسی و اجرا نشدن توافق نامه کانفرانس بون همه اینها رو که جمع بکنیم باورم هست که ریشه تمام این مسائل برمیگرده به نوع نگاهی که ما به مسئله دولت و ملت در افغانستان داریم دو تا جریان سیاسی برای ما حکومت وحدت ملی و این حکومت دوسره که یک ایده میآیند با وضعی ترم حکومت دوسر سر می گفتمان تغییر نظام را حداقل خل اعتبار بکنه و ایرا سبوک نشان بده باور می است که این حکومت دوسر سر نمایندگی میکنه از دو تا جریان سیاسی و دو تا نوع نگاه سیاسی نه آه آه کسی که در ریاست جمهوری شش بر اساس نامی سیاسی آقای غنی فرد هست در حکومت وحدت ملی و نه کسی که در ریاست اجرایی شش آقای عبدالله هیچ کدام اینا فردیتش مطرح نیست هر دو نفر نمایندگی میکنه از دو تا نوع نگاه سیاسی به مسئله منازعه قدرت در افغانستان بیم یک مقدار اگر پس زمینه منازعه قدرت در افغانستان رو بررسی بکنیم خب در 1352 یک اتفاق میفته در افغانستان کودت های صورت میگیره و شاهی مشروطه ملغا اعلان میشه و ظاهرا نظام تغییر شکل میده می, ده می ده به صورت جمهوری ولی عملا آنچه اتفاق میفته داوود خان با کودتایش دهی دموکراسی را و دستاوردهای دهی دموکراسی را نابود میکنه با این کودتا قانون اساسی را که میاره شکل میده عملا صلاحیت های را که برای رئیس جمهور میاره لست میکنه در این قانون اساسی خود و نوع حکومتداری را که به اجرا میگذاره عملا پارلمان را وزارت خارجه را وزارت دفاع را و تمامی صلاحیت های را که در دهی دموکراسی یک تعدیلات صورت گرفته بود او زیر مجموعه ریاست جمهوری کرد بلد. حالا عین تجربه را ما در حکومت وحدت ملی داریم نسخه سیاسی که در دوره حکومت وحدت ملی به اجرا گذاشته میشه دقیقا عین تجربه حکومتداری داوود خان هست میبینیم که تمام تلاش ها در درون ارگ ریاست جمهوری با سوی استفاده از یک بند از صلاحیت های رئیس جمهور در متن قانون اساسی شروع شده کمیسیون سازه ها شروع شده می بینیم پارلمان خل مشروعیت حقوقی کردن امروز پارلمان افغانستان مشروعیت نداره به همون شکلی که حکومت وحدتی ملی در کنارش خیلی اشاره ساختار برخواسته از اراده سیاسی مردم نیست بر اساس توافق سیاسی آمده اشاره ای <applause> هم میخوایم آقای آشنا داشته باشین که در کنار این کتاب اقنامه سیاسی اشاره کردیم که اجرا نشده دخش آقای عبدالله در حال حاضر تلاش هایی که داره میکنه و در کنارش در رابطه با آنچه که امروز حزب جمعیت بخواید گفتگاهی که آقای عطا محمد نور داشته صحبتی که ارگ با عطا محمد نور داشته و تلاش هایی که آقای عبدالله داره خب زیاد جزئیات در اون جمعیت رو نمیفهمون به اینکه چه چه وضعیت بین ریاست و که در میان صحبت ولی کلا یک حداقل برای من به عنوان یک شهروند و کنشگر سیاسی این اتفاق ها بیانگر یک سراسیمگی و سردرگمی سیاسی هست حکومت وحدت ملی حداقل تا برگزاری انتخابات پارلمانی و برگزاری لوی قانون اساسی که در بحث صورت بگیره روی تغییر نظام حداقل تا این مقطع تغییر نسخه بدیل نداره اونهایی که هم در دو سال گذشته هر از گاهی میان میگن ما تغییر ما بدیل آماده در حال انتظار هستیم متاسفانه نگاه از اونها از بدیل آماده در حال انتظار فقط مهره های در حال انتظار هست کدام ایده کدام برنامه و نسخه سیاسی که بتونه افغانستان رو به ثبات برسانه چنین چیزی نیست انتظار ما یه هست که تمام تلاش صورت بگیره برای هم از جانب ارگ ریاست جمهوری هم از جانب حکومت وحدت ملی و هم جریان های سیاسی و پوزیسیونی که توافقنامه سیاسی درست اجرا شوه و اصلاحات انتخاباتی درست به پیش بره و زمینه و فرصت های رجعت به مشروعیت فراهم شود که ما از این حالت آشفت و هم در همی که خلیه مشروعیت کلیت نظام رو در بر گرفته نه حکومت وحدت ملی اون مشروعیت لازمه را داره که با قانون اساسی قابل دفاع باشد نه پارلمان افغانستان در وضعیتی هست که با قانون اساسی افغانستان قابل دفاع باشد و همین رقم نه دادگاه عالی افغانستان در وضعیتی هست که 100 درصد در تکمیل اشن. باشد و از 100 درصد با قانون اساسی افغانستان و الزامات قانونی قابل دفاع باشد یک راه میتونه افغانستان رو به ثبات برسانه او رجعت به مشروعیت هست تشکر از شما سفارشنا آقای مسائل سیاسی